شاید بشه این رو در این بسته تدبیر اقتصادی کرونا که جمعش حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع براش در نظر گرفته شده، هم در بخش پرداختای بلاعوض هم در بخش تسهیلات، در سه حوزه می شود اینا رو شاید تقسیم بندی کرد. یکی این است که به بنگاه ها در این شرایطی که کسب و کارشون دچار مشکل بازار ندارن یا اجبار تعطیل شدن، ما کمک کنیم به بنگاه ها که سر پا بمونن، شاغلینشون رو حفظ کنن، بیکار نکنن. مطلب دوم این است که انشالله از این مرحله که گذر میکنیم باید یه به اصطلاح بنزینی بریزیم توشون، یک تحریک تقاضایی بشه، قدرت خریدی در جامعه باشه که برن از اینا خدمات و کالا بخرن. پس برای رونق پس از کرونا به اصطلاح تدابیر پسا کرونایی است. و سوم هم این است که اگر به هر دلیلی تدبیر اول ما جوابگو نبود و کسانی بیکار شدن، حتما به کمک اونها بشتابیم. از سازوکار صندوق بیمه بیکاری استفاده میکنیم، اما 5000 میلیارد تومان گذاشته شده برای این مورد. بزرگترین رقم قسمت اوله، یعنی اولویت یک ما این است که کسب و کارها سر پا بمانند. درسته فلان رستوران، فلان هتل، فلان شرکت هوایی، فلان مرکز ورزشی، فلان اماکن گردشگری الان به الزام دولت یا به دلیل از دست دادن بازار الان کاسبی نداره، اما ما باید اینو نگهش داریم، نباید هم پرسونلش پخش و پلا بشن، باید اینا لحظه ای که چراغ سبز شد بتوانن کارشون انجام. به این سبب این تسهیلات 75000 میلیارد تومانی، حدود 45000 میلیارد تومانش اختصاص به کسب و کارها داده میشه، اما ملاک شاغله. یعنی صاحب فلان رستوران با لیست بیمه کارکنانش میره به بانک مراجعه میکنه، میگه من 10 نفر دارم، 20 نفر دارم، بر اساس اینا تو بعضی رسته ها 12 میلیون تومان، تو بعضی رسته ها 16 میلیون تومان میتونه وام بگیره، اما میباید سهمی از این یا 50 یا 70 درصد به تناسب رسته باید دستمزد بده، یعنی او شاغلش باید پول ببره خونه، اما 30 تا 50 درصدش هم در اختیار خودش میمانه که بتوانه اجاره بده، خب کالا ساخته، برای این مثلا هزینه ای داده، چک داده، بتوانه به هر حال مشکلات اداره بنگاهش رو با این 30 تا 50 درصد رفع کنه. اما نکته مهم این آینده نگری است که پسا کرونا، حالا این باز میکنن، حالا مشتری دارن یا نه، قرار شد که یک تزریق قدرت خریدی بشود از طریق خانوارها به همه خانوارهای ایران بگیر که بالای 22 میلیون خانوار هستن، یه چیزی حدود 1 میلیون تومان قدرت خرید داده بشه با هیچ گونه تشریفات به اصطلاح بانکی، اینا بتوانن برن خرید بکنن و حالا خدمات در واقع لیست مواردی رو که میتوانن استفاده کنن اعلام خواهد شد. و امیدوار هستیم با این سه تمهیدی که اندیشیده شده، ما هم بنگاه ها رو در طول این 2-3 ماهی که امیدوار هستیم بیشتر از این طول نکشه سرپا نگه داریم، شاغلینشون بیکار نشن. بعد از اینکه اینا آغاز به کار کردن یه بازار خوبی، تقاضای خوبی داشته باشن که چرخش و رونق داشته باشن، ما باید خودمون رو آماده کنیم برای جهش تولید در امسال. و واقعا یک حماسه بزرگی است برای اقتصاد ایران که در آن واحد هم با تحریم مبارزه کنه و با این فشارهای ظالمانه و هم با تبعات اقتصادی کرونا. و انشالله اگر این حالت همبستگی که الان در جامعه هست همینجور حفظ بشه، همه کمک بکنن، اختلافات رو بذارن کنار، با همدلی برن جلو، به نظر من میتوانیم یک کارنامه پر افتخاری رو داشته باشیم. البته اگر ما شرایطمون متفاوت شد، خب ما برای نیمه دوم سال میتوانیم طراحی های خیلی بهتری داشته باشیم، هم شرایط بین المللی میتوانه متفاوت پیش بینی بشه. الان واقعا در فضای اقتصاد جهانی
تحریم کنندگان تحت فشار افکار عمومی جدی قرار گرفتن. واقعا دیگه رسوایی شد برای تحریم کنندگان که تو حتی شرایط کرونا هم که مسئله دیگه مسئله این ملت و اون ملت، این کشور و اون کشور نیست، مسئله جهانیه، اینا باز هم بر تبل تحریم میکوبن. ما امیدوار هستیم که این فشار افکار عمومی دسترسی های کشور رو به منابعش بیشتر بکنه و کلن شرایط یک صورت جدیدی پیدا کنه. در اون صورت تحقق جهش تولید انشالله خیلی امیدوار کننده تر خواهد.